بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نو بیکران بر شما. امید آرزو دارم در هر کجای این قربت گزنده و پهناور که به سر میبرید، گوش برادران کر خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. بدیهی است که این امید و آرزو تنها شامل آن دست از هموطنانی نمیشود که همزیستی با کژدم غربت را به همنشینی با حضرات آیات ترجیح داده و در چهار گوشه جهان آواره شده، بلکه شامل آن گروه وسیع از هم سرنوشتان نیز می شود که در وطن خیش غریبند. باری شما بزرگواران، امروز دوشنبه 12 دسامبر المنور سنه 2016 ترسایی برابر با 22 آذر 1395 خودمانی و 1437 آخوندی به 64مین برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن به اهتمام سعید بهبهانی توجه می‌فرمایید. این برنامه در قلمرو طنز سیاسی و اجتماعی است و محتوای آن نیز برگرفته از مکتوبات فدوی است و تلخی طعم تلخ در این برنامه ناشی از فجایع اتفاقی در وطن سابق است و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان منشی و مجری فدوی در رکاب شما گرامیان شمشیر میزن. بله، عرض کنم که دوستانی که به این مختصر اکتفا دارند که ما معمولا برنامه رو هر هفته با شعری آغاز میکنیم، عرض کنم که از حمیدزاده رحیمی و بعد میرویم به سمت کارهای خوشنویسی، از اون میان یکی را خدمت شما تقدیم میکنیم و شعر این هفته اسمش خواب آلود هست یا خوابناک، از کتاب عرض کنم که فضای خالی مسدود و عکس شما یک رقم ملاحظه فرمی تصویر این کتاب هست و عرض کنم که بندش این شعر رو خدمت شما تقدیم بکنم که میگوید: ساعت از ربع قرن گذشت، بیدار شو سرزمین خواب‌آلود. مگر قلب تو آن آتش فشان جاری جاندار دیگر نمی تپد؟ مگر در ذهن مواج تو دیگر اندیشه های سبز شمال نمی روید؟ مگر خورشید جنوب باز هم غایب است؟ من از حکومت دیرین سنگ می آیم، از انجماد مداوم طعم تلخ سکوت، از انجماد مداوم طعم تلخ سکوت، از حیات صامت ماهی، ذهن خالی ماه، از سقوط دست جمعی گل، مرگ گیاه. ببین چگونه می شکند اندام شیشه‌ای شعرم. ساعت از ربع قرن گذشت و تو همچنان خونسرد تکیه بر آرنج داده ای، سرزمین خواب‌آلود. ساعت از رو به قرن گذشت و تو همچنان خونسرد تکی بر آرنج داده ای، سرزمین خواب‌آلود. بله، پس کنم این کتاب رو اگر خودتون راضی بفرمایید در بخش انتشارات سایت نویسنده هزل.com که روی تلویزیون مرازی می فرمایید اونجا تشریف ببرید و
این کتاب رو ملاحظه میفرمایید. بعد نمیدانم که هنوز هست یا نه از این کتاب، ولی احیانا اگر خدای نخواسته هوس مطالعه فرمودید، در اونجا اگر این کتاب نبود، یعنی نوشته بود موجود نیست، شما برید سراغ کلیات آثار، چون هر کتاب در عرصه شعر مدرن عرض میکنم که دیگر نباشد، موجود نباشد، اون در اون کلیات آثار اون شعر قابل دسترسی است. اون کلیات آثار اسمش است از کنم یک تکه از زمان که 30 سال کارنامه شاعر نویسنده است، و در اونجا از کنم که چاپ دوم اون اثر شاید سال گذشته منتشر شد، و اگر خدای نخواست زبانم الان خواستی تهیه بفرمایید، در اونجا هم به قول عوام آپشن هست که هم میتوانید که سفارش بدهید و هم از شرکت کتاب تهیه بفرمایید و هم از قسمت انتشارات. عرض کنم که به توصیه دوستان ما در سایت نویسنده هم آپشن عرض کنم که دونیت هم یا دونیشن هم گذاشته، میدونم هم برفته میدونم که مصرفی ندارد، ولی به هر حال دوستان از بس که توصیه کردن خسته شدیم و گذاشتیم. بر این از این قسمت و شعر از کنم که خوابالود. خب برایم به قسمت خط فارسی که به باور بنده از زیباترین خطوط جهان است. این تابلوی از آثار نویسنده ملاحظه بفهمید در تصویر شماره 2 از کنم که یک آمیزه است از خط نستعلیق و خط شکسته نستعلیق، و شعر این از غذا از نویسنده است، و اینا یه تعداد شعر هستن اسمش هست با آینه، و به هر حال یک بدبستان است با آینه. اینا عمدتا شعرهای این شاعر کوتاه هست، گاه از چند سطر تجاوز نمی کنند. این یکی از اونهاست که با آینه، شاید 8 یا 9 تا از این با آینه، این یکیش هست که تصدیل شما دو هست. ملاحظه فهمید میگوید که از لب آینه برمیخیزم، تور و قلاب را برمیچینم، و نیز سبدم را که از تصویر لبریز شده است. بله، شاید سخت به تصویر که حاصل نیروی تخیل است در شعر از کنم اعتقاد و باور دارد. از لب آینه برمیخیزم، تور و قلاب را برمیچینم، و نیز سبدم را که از تصویر لبریز شده است. بسیار خوب، این هم از قسمت خوشنویسی کالیگرافی به قول عوام. از کنم سفارش آقای کامران محسن کامرانیفر رو بعد موظف هستم، چون از ما خواستم که هر هفته این رو تکرار بکنیم، و این بزرگوار از عرض کنم که هر آمندان برنامه های تلویزیون میهن عموما و طعم تلخ طنز خصوصا هستند، و تلاش میکنند که ما رو در ابعاد گوناگون یاری بدهند، و امید این دارن که سایر بینندگان محترم ضد انقلاب هم به ایشون تأثیر بکنن یا پیروی بکنن لغت فارسی، و ایشان حتی پیش از این هم خب اسپانسر برنامه بودن، و ضمناً پیشنهاد کردن که اگر عرض کنم که دوستانی بینندگان محترمی پیدا بشوند که یا تمام زمان که 1 ساعت است یا بخشی از زمان رو اسپانسر بشوند، ایشون یکی از این تابلوها رو، یک کاپی البته از این تابلوها رو به هزینه خودشون تهیه میکنن و برای اون بزرگوار میفرستن. به هر حال المأمور و معذور، ایشون ما رو موظف کردن که این آگهی رو هر هفته خدمت شما بزرگان بخوانیم. بسیار خب، برایم به قسمت بعدی، بخش بازرگانی است. عرض کنم که در انگیزه بخش بازرگانی اشاراتی پیش از این هم داشته ایم که فدری این بخش بیزینس و بازرگانی را راه انداخته است که سر سامانی به عرض کنم به وضع پریشان مالی بدهد، و به این نتیجه رسیده است که خلاصه تمرد یا سرپیچی از جد اعلا که عبید باشد باعث شده است که از کنم به افلاس بیفتد، و اینا بعد گفته است که چنین است که فدوی سرانجام بر این شد که اندرز جد اعلا را به کار بسته و برود
مسخرگی و مطربی آموزد و سگ از چنبر برهاند، بلکه اندکی جبران مافات کند و فدایی برای دستگرمی اجارتا از فال هفتگی آغاز می کند. افزون بر این فال قهوه و ورق هم می گیرد. جنگیری، کفینی، رمالی و سر کتاب نیز باز می کند. که همچنین انواع ادعیه، دوستان با ادعیه اشتباه نکنه، انواع ادعیه به ویژه دعای جوشن کبیر را هم می خواند و گرمی بخش سفره های گوناگون شما از جمله سفره حضرت ابوالفضل علیه السلام به ویژه در لس آنجلس نیز تواند بود. و خلاصه برای کسب آگاهی بیشتر از سایر خدمات فدایی عرض کنم با تلفن رایگان او تماس بگیرید و روی مشروع این انگیزه رو فدایی در مقدمه جلد اول کتاب تذکرت الاشقیا که با استقبال بزرگواران هم البته خوشبختانه مواجه شد، جلد اول و دوم عرض کنم که در اونجا میتوانند ملاحظه بکنند و او هم باز دوباره در بخش انتشارات است. اگر خواستید نگاه بکنید، ناشر شرکت کتاب بوده است و عرض کنم که در اونجا قابل دسترسی است و هم در بخش انتشارات نویسنده. بسیار عرض کنم که ما عرض کنم سفارش آقای محسن کامرانیفر رو هم و پیشنهاد شده انجام دادیم، گرچه میدانستیم و میدانیم که در درمداران درم میده به معنای پول از پول قدیم هست، درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. این مشکل ما از زمان استاد سخن تا امروز است. بله خب ما طعم تلخیتن از آگهی هم میپذیرد به هر حال و طبق روال سایر رسانه ما عرض میکنیم که طعم تلخیتن هیچ مسئولیتی در مورد محتوا صحت و سقم محتوای آگهی ها ندارد و عرض کنم که مسئولیت اون به گردن تبرخورده عرض کنم که راوی هست. خب ما از آگهی همون براتون پخش بکنیم، شماره 3643 رو ملاحظه بفرمایید و این پس کنم که آگهی است بسیارم این روزها رفت آمد دارد و خلاصه مقبول است. بقول دوستان ملاحظه بفرمایید تا شما این عکس رو ملاحظه بکنید، بنده یک جوره از این قهوه کور مهمان شما باشم. بله از شماره 3 رو ملاحظه کرد، کلی از کنم خدمات عرضه شده است، احضار جن و ارواح. به نظر میاد که این تخصص اصلیشون خیلی درست نمیشتن و دعانویسی، تفسیر خواب و نجوم نجوم هم دارد بزرگوار، پیشگویی، استخاره، تلفن ها هم هست و اینها و بزرگوار عضو انجمن هیپنوتیزم ایران هم هست. روزگار قریب بیست نازنین در از کنم که حکومت این چینینی، البته که اینجور چیزها هم محصولاتشه. خب این یک آگهی. بعد از کنم که به نظر میاد که ما باید دیگه در واقع فروشگاه لوازم یدکی بدن هم افتتاح بکنیم، این کردیتش به قول عوام مال فدویست، چون دیگه الان عرض کنم که مردم ناچار ایران دیگه هر چیزی رو که ازش دوتا دارن یکیشو میفروشن. شاید عرض کنم الله جل جلاله چنین روزهایی رو در ایران سابق پیشبینی فرموده است که از هر عضوی دو خرق فرموده است، دو تا خرق فرموده است و به هر حال یکی را مردم گرفتار و ناچار ایران عرض کنم که میفروشن. به همین و چون این از ابداعات برادران هست در جامعه شکومند اسلامی و چون شمار این گونه از کنم که آگهی ها که فدوی تنزش رو به انگام نوشته است احتمالا مرازه فرمیدید، اگر نه تشویق به آرشیو حضرت.com در اونجا پیدا میکنید. بله بعد این است که فدوی گفته است که ما فروشگاه لوازم یدکی بدن هم راه بیاندازیم، مثل آتوپارت قسمت های
عرض کنم که لوازم یدکی اتومبیل و اینها، لوازم یدکی بدن هم فروشگاه شما از امروز دایر میکنیم. خب اولین آگهی هم گرفتیم، عرض کنم شماره 4 هست، حتی شماره 4 آقای دفانی پرانتز باز میکنه، میگه که تشویق میکنه، فدوی رو تشویق کرده که این فکر خوبی است، به ویژه اینکه برادر ترامپ هم چون این سمال بیزینس هست گویا حمایت میکنه. خدا بکنه دروغ شما راست باشه سعید جان. بله، از شما دور ملاحظه بفرمایید که تعداد 5 عدد کلیه کارکنان لوله سازی خوزستان به فروش میرسد. خب اینجا ما دستگیرمون چینی میشود که کلیه، عرض کنم که بزرگوارانی که در کارخانه لوله سازی کار میکنن با کلیه سایر دوستان در کارخانه دیگه کار میکنن فرق داره، احتمالا نمیدونم چه فرق میتونه داشته باشه. علی ای حال اجارتا برای دستگرمی 5 تا عرض کنم عدد کلیه که متعلق است به کارکنان لوله سازی خوزستان به فروش میرسد. عرض کنم که علاقمندان خلاصه بیایند و به بهترین پیشنهادات خلاصه جواب بدهند. و آقای بهبهانی تکمیل میکنن، میگن که مراد این بزرگوار آن است که من بانک کارگر هستم و در این کارخانه دارم کار میکنم، برای گذران زندگی ناگزیر هستم که کلیه هم رو بفروشم. به هر حال به قول عوام تنکس گاد که خداوند عز وجل از اغلب اعضا دو تا آفرید که به هر حال یکیش بماند برای دوستان. بسیار خوب آقای بسیار سعید میگم آقا این چیزی از طنز شما کم نمیگذارد، برای اینکه فرق داره خلاصه کلی دوستانی که در لوله سازی کار میکنن با کلی دوستانی که در مثلا در ایران ناسیونال کار میکنن فرق داره. حالا به هر حال این میتونیم روش پژوهش بکنیم و ببینیم که چیگونه است داستان. بسیار خوب، این هم از بخش بازرگانی و آگهی ما، و حالا برویم در معیت بزرگواران. عرض کنم به بخش چیستا، دوستان میدانم که هر هفته فدوی در این بخش با پرسشی معمولا مصور، ما یعنی بنده و بینندگان محترم ضد انقلاب رو به چالش میکشد که بگوید که این چیست و ما چه فکر میکنیم در مورد این تصویر. بزید بفهمید که نخست به پرسش هفته گذشته بپردازیم که از شرف که عکس شماره 5 هست. این عکس شماره 5 مربوط به هفته گذشته بود و فدوی گریبان ما رو گرفته بود که سه جور پرسش داشت، که این که هم در مورد مکان، هم زمان و هم اشخاص گفته بود که اینا کی هستن اینا. بعد بعدم چون عرض کنم که بینندگان محترم ضد انقلاب رو نمایندگی میکنم، ازشون خواستم که یه مقدار کمک و راهنمایی، اینو گفته که راهنمایی نداره برای اینکه اینا به قدر کفایت مشهور هستن. این پرسش هفته گذشته بوده است و این زیدم که من نگاه کنم ببینم که آیا دوستان گرامی اصحاب نظر، بله چند تای از دوستان اصحاب نظر فرمودن که خدمت شما اینان عرض میکنم. بله اصلا میکایل گرامی ما که عرض کنم که هرگز غایب نبوده است در طعم ترخ تنز، ایشان نوشته است که ضد انقلاب منظورش خودشه، چون من و سعید که ضد انقلاب نیستیم. عرض کنم که گفته است که ضد انقلاب یقین دارد که دونالد ترامپ، وارن بیتی و قور سینما جک نیکلسون، تا اینجا کاملا درسته، در ترامپ پلازا در آتلانتیک روز 27 ژوئن 1988 برای مسابقه بوکس بین مایک تایسون و مایکل فیکلز حضور داشتند. این نظر درست کنم که میکائیل گرامی است و به هر سه جنبه پرسش پاسخ دادن. حالا اینکه آیا درست است یا نه، اجازه فرمید که بقیه رو هم بعد نگاه بکنم که یادم نره. و دوست عزیز دیگری معروف داشته است، هر سه از چهره های معروف آمریکا هستند
ولی چون نامی نبرده فکر کرده بنز کافی مشهور هستند لابد. بله، از چهرهای معروف آمریکا هستند و تعجبی ندارد که اگر ترامپ با دو ستاره دیگر در یک مهمانی شرکت کرده باشد. بله، این هم نظر این بزرگوار هست کنم که دوست دیگری مرحوم داشته است که دوستان که منظورش همین ها هستن که در عکس هستن، دوستان در یکی از هتل های ترامپ مشغول بادگذاری بودند که روزنامه چی ها رسیدند. ایمان و امان به سرعت برق میرفت که مؤمنین رسیدند. به قول ایرج میرزای بزرگوار. خب اینم نظر ایشون بوده. عرض کنم که دوست دیگری هم مرغوب داشته است که این عکس باید در یکی از کازینوهای ترامپ در لاس وگاس برداشته شده باشه. بعد این نظری حاجز من که من ببینم که این پاکتی که فدایی برای ما فرستاده همین درش هم بسته است، این خلاصه محرمان مستقیم برای ما میاد، باز کنیم ببینیم که باز کنم که پرسش چی بوده است. باز کنم در پاکت آمده است که نخیر اشتباه میکنید، اینجا تهران است در اوایل از کنم سال 57 یا اواخر 56 و دونالد ترامپ در اون روزگار خب جوان بوده است دیگه، در کران وارن بیتی و جک نیکلسون در سفری به ایران به دنبال ارز کنم که ساخت کازینوی در یکی از شهرهای شمالی ایران بود که به خاطر ارز کنم فتنه 57 ارز کنم که کنسل شد. خب ملاحظه می‌کنم که نزدیکترین پاسخ به پاسخ درست، اگر این درست بپذیریم، همچنان میکائیل گرامی است. بعد این که آقای ترامپ در این روزگار به اتفاق این دوستان رفته است در اونجا، از سوی دو منبع داخلی تایید شده، این قضیه دو منبع داخلی تایید کردن که پس کنم که دونالد ترامپ جوان در کنار جک نیکلسون و در سفری که اوایل 57 به تهران داشتن و روزنامه ایران هم گزارش کرده که ترامپ به دنبال ساخت کازینوی در یکی از شهرهای شمالی بود. بعد کافه سینما هم اضافه کرده که وارن بیتی هم در تصویر حضور دارد. بله، همطور که عرض کردم دو منبع داخلی این مطلب رو تایید کردن که ایشان خواسته است که اونجا هم کازینوی راه بیندازد که برادران که مؤمنین رسیدند خلاصش. بسیار، این هم از هفته گذشته و اینکه میکائیل عزیز همچنان در صدر جدول پاسخ دهندگان است. خب اضافه چون هنوز در این جستار هستیم، ما پرسش هفته آینده هم خدمت شما تقدیم بکنیم. عکس شماره 6 هست، ملاحظه فرم عکس شماره 6 رو تا شما ملاحظه میکنید رنده یک قطره از این آب کور مهمان شما باشم. تصویر شماره 6 ما از کنم که پرسش هفته آینده است و پرسش خدمه این بوده است که شما در این باب چه میاندیشید، چون ماجرای از کنم که برقه و نمیتونم چی بود میکی از کنم که همین اجاب اسلامی حرفا به این شدت در از کنم که کشورهای اروپایی برازه کفایت وجود دارد و چالش های هم یا تنش های هم در اون دوامه البته ایجاد کرده است. این است که همیشه در مرکز خبرها هست و این خواهش پرستان می کشند که این نوع حجاب رو از کنم که ممنوع کنند در کشور خودشون، حقشون هست واقعا و خواهران و برادران البته مقاومت میکنن و این پرسش همچنان باقی است و باقی خواهد ماند که اصلا این برادران و خواهران چرا عتبات عالیات رو رها کرده و به بلاد کفر و زندقه تشریف آوردن، و اگر آوردن که خب به قول بنقل از حافظه عرض میکنم تردید از بنده است و
فکر میکنم نخست وزیر نروژ بلند راست حافظ عرض میکنم تحریف از منه، ایشون گفته است که بله ما این کشور ماست و ما اینجوری هستیم، حجاب نداریم، گوشت خوب میکنیم، عرض کنم که درینک هم میخوریم، شما مجبور نیستید این کارا رو بکنید ولی گریبان ما رو هم نگیرید که مثل شما باشیم. حرف از این حسابی تر عرض کنم که پیدا نمیشد. علی حال این پرسش رو مصور رو شما اندکی تعمل بفرمایید و هفته ی آینده اگر عمر رو برنامه بود بنده سر راه از کنم به قول احوام سابایی میکنم و پاسخ درست رو از فدوی میگیرم. با من راهنمایی که من خواستم از ایشون، ایشون گفت که زیاد راهنمایی نمیتونن بکنن ولی به هر روی این ماجرای این نوع حجاب ها و اینها خیلی مورد سوال هست در ممالک محروسه ارز کنم که شهرتان بزرگ کوچک و اینها و مردم اونجا کنجکاوی میکنن و میخوان سر از این فرهنگ در بیارن و گویا یک نفر هم بسیار تلاش کرده است که این مقدار اطلاعات راجع به این فرهنگ پوشش داشته باشد که ارز کنم که انتهاش میماند برای هفته بعد که ببینیم که بینندگان محترم هم در این ارتباط چه فکر میکنن. اگر پاسخ رسید بنده علاقه به خدمتون عرض میکنم. بسیار خب دوستان، میدونید که دوستاری هم ما داریم به اسم پیش درآمد و این معمولا ذکر خیر خبرهایی است که اندکی پیش، یعنی زمان زیادی از انتشارشون نگذشته، احتیاطا عرض میکنیم اما به اجمال و اختصار. و در این قسمت پیش درآمد خبری در مورد خانم نرگس محمدی هست که دیگر معرف حضور همه دوستان هست که مورد آزار و اذیت عرض کنم که برادران هست و به قدر کفایت ایشون در تنگنا و گرفتاری و فشار هست و بانوی بسیار دلیر و مقاومی است که آخرین حکم ظالمانه ای که توسط قاضی صلواتی که نمیدونم دوستان عکس شو دیدن یا نه، اصلا خود زیارت این بزرگوار، نگاه کردن به این بزرگوار خودش نوعی شکنجه است. انقدر قیافه خشن عرض بکنم که نامتعادل دارد. و هر روی اون آقا، اون بزرگوار ایشان رو به 16 سال زندان دیگه عرض کنم که چی کرده است؟ محکوم کرده است. اون چی که باعث حیرت و نگرانی فدوی است این است که در واقع پشت خبر هست که این وقتی 16 سال از کنم یک بانوی رو اینها حکم حبس و یا تمدید حبس میدن، یعنی که اینا انتظار دارن که 16 سال دیگه هم بماند و این خبر بدی است دوستان. بر روی اگر جامعه حکومت اسلامی قدر این بانو رو نمیداند اما جامعه جهانی قدر این بانو رو میداند و از کنم جایزه حقوق بشر شهر وایمار آلمان بهشون اهدا شده در غیابشون، البته چون اینا همه اهل اندیشه، اهل هنر، اینا همه حبسن و جوازی بین‌المللی رو برادران اجازه نمیدن که برات بگیرن و اگر به خاطر داشته باشید جعفر پناهی بنده بیاد میارم که از آثارش در محافل سینمای جهانی برنده شد و ایشون در حبس برادران بود و دختر کوچولوی شاید برادرزاده به نواز حافظه عرض میکنم اون جایزه رو گرفته. مورد خانم نرگس محمدی هم همینطوره و در غیابشون این جایزه به دلیل فعالیت های دراز مدت و دلیرانه محمدی که برای جان و زندگیش بی خطر نبوده به او تعلق گرفته است. براستی که درست است. و مطلب دیگر این که حس کنم که روز دانشجو رو هم پشت سر گذاشتیم، از رسانه های گوناگون مراسم فرمودی فقط ما اشاره میکنیم که در واقع وزیر راجع است به ماجرای 16 آذر 1332 که مصادف بود با نسکن سفر ریچارد نیکسون معاون ریاست جمهوری وقت آمریکا و در واقع تجدید روابط سیاسی با انگلستان و مورد اعتراض دانشجویان بود و در اون واقع
در اون روزگار اتفاق افتاد. شوربختانه 3 دانشجو کشته شدند در دانشگاه تهران. تصویر شماره 7 ما یادآور این داستان هست که ملاحظه بفرمایید اسم یک خیابان است که به همین نام هست. بله، خب ما در خدمت شما قسمت پیش درآمد رو هم پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به مطالبی که فدایی به جهت ما ارسال کرده است به آدرس صندوق پستی طعم تلخ طنز. خب نخستین مطلب عنوانش هست اصلاحات ارضی. اصلاحات ارضی، خب منظور در این طنز یا مطلب اصلا اصلاحات ارضی معروف نیست که سالهای پیش از انقلاب شکوهمند انجام شد. این ارضی با الف ر ز هست، ارض یعنی وجپول و اصلاحات ارضی. و داستان از این قرار است که دوستان در چند روز گذشته حتما واسه فهمیدن که هیئت دولت گرامی آقای ریاست محترم آبدارخانه بیت، کلید الاسلام و مسلمین حسن روحانی دامن تحریکاتو، ایشون در اون جلسه عرض کنم که واحد پول روشون عوض فرمودن، از ریال به تومان بود. حالا فدوی در این طنز گفته است آقا ما با اینکه نه رئیس جمهوری مون نه هیئت دولت هستیم، اینها سالها پیش از این کار انجام دادیم. فدوی گفته است البته و آدرس هم به ما داده، میگه برید نگاه کنید به کتاب تنفس ممنوع چاپ اول یا چاپ دوم، گزیده طنزهای سیاسی فدوی هست صفحه 107. تاریخش هم جزء کرده است که می 2003، الان 2000 در واقع 17 است و خرداد 81. بر روی ببینیم که فدوی اون زمان که عرض کردن چه کرده است در این ماه در اصلاحات ارضی. و ایشون گفته است که به دنبال شکوفایی بیش از حد اقتصاد حکومت اسلامی و بهبود چشمگیر وضع اقتصادی مردم، بانک مرکزی ایران با تهدیدات خداوند متعال با ابراز خرسندی تغییر واحد پول کشور را طی اطلاعیه‌ای به آگاهی عموم رساند. به موجب این اطلاعیه واحد پول کشور از ریال به کیلو تغییر یافت. بله، این اصلاحات ارضی بوده که ارضی بازه فدوی در 1381 یا 2003 اصلاحات ارضی کرده است و حالا دوستان یادشون افتاده و در اینجا در خبرگزاری داخلی هم البته منعکس شده است که ظهر دیروز وقتی خبرگزاری ها و رسانه های مختلف قصد داشتند تا جدیدترین مصوبات هیئت دولت را روی خروجی خودشان قرار دهند، با یک خبر عجیب و غیر منتظره روبرو شدند. هیئت وزیران در جلسه که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود طی بررسی لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تغییر واحد پول کشور را به تومان به تصویب رسان، با همون کاری که فدوی سالها پیش کرده است. و در پایان فدوی اشاره کرده است که خب آیا احوت آن نبود که برادران میان بر زده و مستقیما واحد پول کشور رو از ریال به کیلو تبدیل میکردن، همون کاری که فدوی در سال 2003 یا 1381 انجام داد. به هر روی این هم اصلاحات ارضی فدوی. خب ببینیم، از کنم مطلب دیگه در مورد برادر ریاست محترم چماقداران بیت، برادر محمد صلی الله رضا علیه السلام نقدی است و در اینجا این نقدی فضایی برای متذکر شده است، در پرانتز آورده است که این نقدی معناش به قول عوام کش نیست، منظور همین آقای از کنم که چی هست آقای ریاست محترم چماقداران بیت. و داستان از این قرار است که بعد از سالها این چماقدار گرامی رو کنار گذاشتن و چماقدار دیگری به نام از کنم که آقای قیب پرور جانشین اون شده و فدوی منتظر ظهور در تمام این سالهای طلایی حضرت امام راحل در پرانتز لام و امام حاضر در پرانتز زب
ضرب یعنی ضعف الله پرستاده و لام یعنی لعنت الله علیه. دل صاحب بردهش به این خوش بود که یک نیم بیت آورده است که دستی از غیب برون آید و کاری بکنه. ولی شوربختانه چون آیت الله دست غیب در جریان اون انفجار کذایی مع الاسف دستش را نیز با خودش برده است و به جهان باقی برده، فدای امید چندانی نداشت. فلزا همینطور اره به ماتحت در انتظار پایان داستان مانده بود. لکن پایان سخن شنو که ما را چه رسید. بله، نقلی از فرمانده بسیج رفت، به پرور جانشین اون شد. شما عکس این بزرگ سعید میگه این غیب پرور آقا خیلی معنی داره، یعنی هر چی خلاصه دم دست این بزرگوار برسه غیب میکنه. بهار از احتمالا سربازان غایب ما زمان هستن ایشون. بله، روی این بزرگوار عکسشو شماره 8 مرازه فرمید. اینا تفاوت چندانی ندارن، هر دو مزین به دستمال یزدی، چفیه یزدی که همون دستمال یزدی سابقه است هستن. مرازه فرمید در عکس شماره 8. بله، در خبرنامه آمده بود. به حال منظور آن است که برادر محمد رضا نقدی ریاست محترم چماداران بیت و به پیشنهاد سرلشکر پاسدار محمد صلی الله علیه السلام جعفری فرمانده سپاه و حکم البته حضرت آقا زب شما مرحمتی مقام معظم رهبری را به برادر پاسدار غلام حسین علیه السلام غیب پرور اونجوری که سعید گفت سپر تا به اون الله در مبارزه صمیمانه با مردم به برخورداری از مزایای شرعی اون مفتخر و به الطاف خفیه مقام معظم رهبری مستظهر بوده باشند. باری همون گونه که در تصاویر الان دارید ملاحظه می‌فرمایید، ما با تفاوتی به سود ملت در کار نیست و هر دو مزین به چفیه یزدی هست. داستان غریبی است. بسیار، این هم از این. خب دوستان حتی منظور فدایی میداند که ما در عمامه دو رنگ بیشتر نداریم، یا سفید است یا سیاه. شاید هنوز روش کار نکنن، شاید یه روز روش کار بکنن و عمامه سومه راه را مثلا بیاد. برای تنوع خب خسته میشه آدم که عرض کنم که همش یا سیاه باشد یا سفید. و روی این داستان اینجوری است. اما این مطلبی که میخوام عرض بکنم الان اسمش از عمامه صورتی. و اما داستان چیست؟ بله، حالا عرض میکنیم. میشد که این رو هم به مسابقه گذاشت، ولی من بنده فکر نمیکنم که بینندگان محترم زنده انقلاب به پاسخ درست میرسیدن. برای همگان میدانند و بارها هم شنیدن که حضرت آقا فصل خطابن. میدونید که شما تمام اختیارات رو دارن، مسئولیت اما ندارن. و وقتی که مقامات خودی رو به جان هم دیگه میاندازن بزرگوار، بعد حرف نهایی ایشون میزنه. به همین عنوان، به همین علت اسمش رو گذاشتن فصل خطاب. بله، برای ایشون فصل خطاب است و اوامرشان البته لازم الاتباع. خب حالا داستان چیست؟ فدایی سفارش کرده است که ما نخست به این مطلب توجه بکنیم. این عین خبر هست. کودک خردسال به رهبر انقلاب چه گفت؟ بله، در حاشیه دیدار خانواده های این توضیح خبر هست. عین خبر رو عرض میکنم. پس پرسش تیتر خبر این بوده است که کودک خردسال به رهبر انقلاب چه گفت؟ بعد ادامه خبر، در حاشیه دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم با رهبر، نهال دختر 4 ساله جلو می رود و با رهبر صحبت می کند. ببینید بچه 4 ساله چجوری از کنم مقام منظم رهبری رو سر کار گذاشته است. بله، ازش پرسیدن که نهال حاج آقا رو دیدی چی گفتی بهشون؟ نهال پرسیده رهبر؟ گفتن بله. نهال گفتی که رفتم گفتم
شکلات رو مامانت برات درست کرده؟ گفت آره. گفتم میدی به من؟ مقام معظم گفته است این مال منه، یکی دیگه برات میخرم. نهاد به مقام معظم گفته است که پس صورتی بخری، یا بنابراین رنگ صورتی هم به رنگ عمامه ها اضافه شد. از این لحظه به بعد بهرود فدوی پایین یادآوری کرده، یعنی عرض کنم که تحت الحنه که مقام معظم رو گرفته، که خلاصه فدوی این حرفا سرش نمیشود، رهبر انقلاب است و قولش، ایشون قولی داده باید انجام بده، عمامه صورتی عرض کنم که فراهم بشود. عکس شماره 9 رو ملاحظه فرمودید. خب ما هنوز اندکی فرصت داریم، ببینیم تا کجا میتوانیم برویم. خب این هم از عمامه صورتی. عرضی میدارم مطلب بعدی عنوانش از تنوع، و در اینجا آمده است که جدن که جامعه شکومت اسلامی ما جامعه افراط و تفریط است، سرزمین گم شدن دکل‌های نفتی، مثلا در تاریخ جهان بی‌سابقه است، سرزمین گم شدن دکل‌های نفتی و اختلاس‌های میلیاردی، و در این حال مو را از ماست کشیدن‌ها و از سوراخ سوزن رد شدن‌ها، اما از دروازه رد نشدن‌هاست. خب این میگن افراط و تفریط. بله، حالا ببینیم که برای ما یه مستوره گویا فدایی زمینه کرده است، که گویا یکی از برادران خودنویس را با دکل نفتی عوضی گرفته. حالا شما عرض بکنم که اگر تصویر شما در رای بمانی گفت کنن، من نمیدارم که میشود خان یا نه، من میخوشم برای شما بخوانم و عرض کنم که تا دریابید که منظور که فدایی نوشته است که خود نمیست را با دکل نفتی عوضی گرفته چی بوده. خب تصویر شما ده رو تا شما لازم کنید، بنده از این قهوه کر مهمان شما باشم و برویم به این نامه. نامه رسمی است و وزارت آموزش پرورش. بله گفته است که تصویر ملاحظه بفرمایید، بعد نمیدونم که سایز تصویر چگونه است و میتوانید بخونید، بعد به هر حال کمک میکنم تا اونجایی که بشود اینو برای شما میخوانم. بله نوشته است که اداره آموزش پرورش نهایی 3 اهواز، سلام علیکم، محترمان بهسزار میرساند آقای محمد علی مهیمی، اگر درست ببینم مهیمنی یا مهیمی، بله تردید از بنده است، دفتردار سابق این مدرسه که اکنون در مدرسه راهنمایی شهید ادهم به عنوان دبیر مشغول انجام وظیفه باشد، یک عدد خودنویس جهت نوشتن امور اداری نزد وی به امانت سپرده شد، که پس از انتقال به راهنمایی شهید ادهم یعنی اون مدرسه آن را تحویل نداده است. خواهشمند است به نامورده ابلاغ فرمایید خودنویس مذکور را در اسرع وقت به این آموزشگاه تغییر دهد، چون از انبار دولتی و جزء بیت المال است. مدیر مدرسه راهنمایی شهید فرخی نژاد آقای گیلانی یا خانم گیلانی رو نوشت به مدرسه شهید احسن جهت اطلاع و تحویل خودنویس. حالا بعض فدوی رسیدی که گفت از مانند این برادر که خودنویس را با دکل نفتی عوضی گرفته. کاری با دکل نفتی کسی نداره، ولی خودنویس بنده خدا احتمالاً تو جیبش کنه یادش رفته که. بله بروی از این ماجرا. بله خب از کم مطلب دیگه داریم به اسم بشارت که راجع است به حجاب. بنده باید از فدایی بخوام که چون فدایی روی حجاب بسیار کار کرده است، واقعا شرافت داره، زیاد زیاد کار کرده است و خوشیده است که به سبک و سیاق خواهش پرستان در طول حالی مجمعین همیشه بخشی از راه حل باشد نه بخشی از مشکل. و بعد باید یادآوری کنم ایشون اگر بشود یک گزارش مبسوطی
که تحقیقیست حتما در مورد حجاب و طرحهای پیشرفته که فردوی به برادران پیشنهاد کرده است، که چون ملاحظه میفهمید که برادران با تمام این تجهیزات و ماجراها و داستانها و ادارات و به هر حال بخش مهمی از به قول خودشون بیت المال که در اون راه دود می شود، هنوز موفق نشدم که از کنم که پوشش برتر مقام معظم رهبری که چادر مشکی باشد را به سر این زنان ایرانی دلیر بیاندازند و دانشی انبو اقسام ماجرا رو گرفتاری دارند. تمام اینا رو فدایی کار کرده و بر اساس اندیشه های تکنیکی و فنی خودش یک طرحهایی رو تهیه کرده فرستاده ارز کنم که دارد روی میز برادران خاک میخورد و بر روی الان با نزدیک به 4 دهه برادران موفق نشدن که این ارز کنم که حجاب برتر مقام معظم رهبری رو با چماق هم کشیده سر زنان ایرانی بیاندازن. برای همین هم است که به عنوان خبر خوب عرض میکنم، میشه باید گفت که همه این خبرها که خبر بد نیست که در جامعه شکومند اسلامی ها بعضی وقتا هم خبر خوب هست، مثل این که عرض میکنم که از یکی از مسئولین فرموده است معاون قوه باه، قوه باه در پرانتز قوه قضایی است و این قضایی رو با بین هم بنویسید درست در بیاد. برای معاون این قوه باه فرموده است که از بد حجابی، خبر خوب اینه، از بد حجابی به سمت بی حجابی می رویم. بله، تبریکات فدوی منتظر ظهور رو هم بپذیرید. و آیا احوت آن نبود که شما اصلا کاری به کار این ماجرا نمی داشتید که حالا بعد از نزدیک به 4 دهه دوباره است از کنم نقطه سر سطر و عکس شماره 11 که در این ارتباط می شود که 24 ساعت فقط عکس و عرض بکنم کلیپ و اینها آدم ردیف بکند که مجال نیست، البته فقط یکی رو به عنوان مسئول نگاه بکنید و اینا همش هزینه است، ماشین و بگیر و ببند و مخاهر زینب و اون شهروند ایرانی اون بانو رو که کشیدن اون تو که بابت چیزی که در هیچ کجای جهان درک نمی شود دولت ارز کنم سرنوشش رو عوض میکنند. اکسیون 11 رو ملاحظه دارید میفرمایید و آنچه که باعث حیرت است این است که برادران ملاحظه میفرمایید که هم چهره این بانوی گرفتار رو شطرنجی فرمودن و هم از کنم که اون مختصر صورت خواهر زینب را باز هم شطرنجی کردن که بعدی نمیدونم چرا میدونم خوانندگان بینندگان محترم زنده انقلاب میدارن، چون خب اون بانوی ایرانی خب بانوی تنهای است و عرض کنم که بی پشتیبان، ولی اینا که لشکر جرار و مؤمنین و عملی بیت و پیاده نظام بیت اینا همه پشت سر این خواهر زینب، این دیگه چرا صورت شد شطرنجی فرمودن و روی خودشون میدارن پرز خود میبری و زحمت ما میداری. از که مطلب بعدی هستش وقتی که امام رضا نطلبد، این عبارت معروفی است، امام رضا که میدونید در مشهد تشریف دارن و اونجا هم که به طور کلی ملک طلق مخربت الاسلام و المسلمین علم الهدا هست گفته، مثلا خودشون گفته که مشهد مال مویه، برای همین اونجا امپراتوری درست کردن تو اجازه کنسرت نمیدن و اگر از کارهای فدایی بروید سراغ کلمات حمار که مقابل کلمات قصار هست، اونجا فرمودات ایشون اونجا طبقه بندی شده که آقا نمیشود در جوار امام رضا کنسرت گذاشت و من نمیدونم به هر حال تعطیل فرمودن همه چی اونجا و گویا هموطنی مثل بقیه هموطنان هم بی‌احتیاطی کرده است و آماده است به وطن اسلامی برای عرض کنم که دیدار لابد بستگان و خیشان و برادران عملیات نامحسوس اینا انجام دادن و از ترکیه ایشون رو تعقیب کردن و تا مشهد و ریختن این خانم رو دستگیر فرمودن.
برنامه خسته نباشم. حالا بعد اگر ادامه مطلب رو به بینندگان محترم زده عراق با بگذارم، نکته می کنم که این بانو یک بانوی کلیدی ارز کردم که اسرار فلان نمیدونم سازمان سیاه امریکا نمیدونم روباه پیر به قول خودشون انگلیس فلان از اونجا آمده است. حالا ولی چنین واقعا نیست. ببینید من این خبر رو خدمتتون عرض می‌کنم. دستگیری مجری زن فارسیوان. خب پس منوش این بارو برای گذران زندگی توی یک رسانه کار میکرده در خارج از کشور. زن جوانی که ادامه خبر، زن جوانی که به عنوان مجری در شبکه‌های ماهواره‌ای فعالیت میکرد پس از ورود به مشهد امروز خبر شد با صدور دستور قضایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و به نفع معاندان معاندان دشمنان از طریق مجریگری توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خراسان و رضوی دستگیر شد. برادران شق القمر فرمودند که بانوی رو مسافر بوده است عرض کنم دستگیر فرمودند و ادامه البته دارد که به گزارش روزنامه خراسان این زن حدود 38 سال دارد. پس از آن که از دبی به مشهد سفر کرد تحت تعقیب، پس معلوم می شود که از اونجا برادران عملیات نامحسوس انجام دادن، تحت تعقیب نیروهای انتظامی قرار گرفت و ماموران پلیس اطلاعات امنیت عمومی خراسان و رضوی با کسب دستور از معاون دادستان مشهد وی را در یک منزل مسکونی شناسایی و بازداشت کردند. این زن که فی دال نام دارد معروف به الیس و به عنوان مجری در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای مانند فارسیوان و پرژن تی وی فعالیت داشته است. خب نتیجه که می‌گیریم اخلاقی از این بحث یا از این خبر آن است که حتی یک مجری ترانه‌های درخواستی هم می‌تواند که دولت ابد مدت را سرنگون کند. بله برادران البته کوتاه نمیان یا نیامدن و ادامه خبر میگوید که در حالی که از این زن تصاویر نامناسب و زننده کشف شده میدونید نامناسب زننده یعنی مثلا بی‌حجاب و اینا کشف شده است، وی با صدور قرار قانونی در اختیار ماموران انتظامی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در این باره انجام بگیرد. مجری برنامه ترانه های درخواستی که قرار است که رژیم را سرنگون کنه. و بسیار ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بگمانم که نمیشه وارد بسیاری از این موضوعات شد. ببینم انتخاب کنم که از کنم که بعضی از جستارها در طرز نوشته های فدوی استقلال دارن، یعنی مثل ستون هستن، ستون منظورم مطبوعات است، مثل کلمات حمار که در مقابل کلمات قصار هست. این کلمات حمار از محصولات فرنگستان فدوی است و ضد کلمات قصار است که اشاره کردم پیش از این. حالا یه مطلب از این یکی دو نمونه براتون عرض بکنم. و همون کلمات حمار، آقای آیت الله علوی گرگانی ایشان توصیه فرمودن به سازمان انتقال خون، این اگه مسابقه بذاریم به قول امروزی ها عمرن کسی بتونه اصلا حدس بزنه که این مخبت الاسلام چی میخواهد بگوید. و ایشان به سازمان انتقال خون توصیه فرموده است در دریافت خون از طبقات افراد دقت داشته باشید، چرا که کیفیت خون افرادی که از گوشت‌های حرام مصرف میکنند و رفتار سالمی ندارند با خون افراد مذهبی متفاوت است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مهمل، مجمل نه مهمل. خب حالا شما اگر جای فدوی می بودید این مطلب رو جز در ستون کلمات حمار، حمار یعنی خر، طبقه بندی میکردید، رای دیگه نداره. و اون مخبت الاسلام علامات الدین ببینید که اشاره کرده از حافظه گفته است که کسی که در شهر زیارت و امام رضا زندگی می کند باید این شرایط رو بپذیرد، چون چماقدار دیگه اونجا دیگر
سر لغو یک کنسرت ما نباید چانه زنی با برخی مسئولان بر سر کوتاه‌فکری ایشان داشته باشیم. مگر در این مملکت شما شبکه تلویزیونی قرآن ندارید؟ موسیقی حلال و حرام هرچه هست به جای خود محفوظ، هر کس پیرو مرجعش هست. مگر شبکه قرآن در این تلویزیون نیست؟ مگر همه این شبکه های تلویزیونی موسیقی ندارد؟ چرا شبکه قرآن موسیقی ندارد؟ میگویند کنار قرآن نمیشود تار زد. این خلاف قداست قرآن است. کنار گنبد امام رضا نمیشود کنسرت برگزار کرد. چون شاید صدا میپیشه تو گنبد. عرض کنم که صدا میپیشه. نمیشود تار زد. امام رضا نمیشود در کنار امام رضا نمیشود کنسرت برگزار کرد. این خلاف حیثیت و هویت این شهر است. تو کنسرت میخواهی؟ مشهدی نباش. برو یک شهر دیگر زندگی کن. خونه و زندگی و مغازه و یا اداره و هر کجا که هست شما راه بفرمایید و بروید در مثلا مازندران زندگی بکنید، به خاطر که آقای امان الله فرموده است که در گنبد بی‌مغزی صدا بسیار میپیچد. اون شعر اون بیت صاحب معروف الان بعد نمیدونم در حافظه دارم یا نه، که فرمود مخور زاهد فریب زهد از امامه زاهد، که در گنبد بی مغزی صدا بسیار میپیچد. معلوم شد که صاحب گرامی حق داشته است. و عرض کنم که یک دو تا عکس مستقل هم داریم من خدمت شما، اونم یادم باشه که عرض بکنم. از آقای بهمانی گرامی هم درخواست بکنم که بذاریم برای تنوع عکس شماره 12 رو ملاحظه بفرمایید برای تغییر زائقه. عرض کنم که اکشوی دوازده. خب اطلاعات گوناگون این یک سنگ قبر هست، همتون مرازی بفهمید سنگ قبر هست و مطالب گوناگونی. خب تولد وفات 1339، بله وفات هم 1375. خب نام این بزرگوار مؤمنین میدونید که الله رو که میخوام بنویسن علفش میذارم بقیهش که نکند مثلا بدون وضوح کسی دست بزند و از این محملات نقطه میگذارم. شما رو از این فهمید آیت الله چاردولی. آیت الله چاردولی خب بیت بسیار با مسمایی هم در این پایین اضافه فرمودن دوستان. من خدمتون عرض میکنم اگر نمیتوانید شما بخوانید، بله نوشته است. این بیت این است که گلچین روزگار عجب با سلیقه است، میچیند گلی را که به دنیا نمونه است. و واقعا نمونه است چون مردم میدونه دورش هم ندارن، بزرگوار چهار دور داشته. و بنابراین این بیت درست است. گلچین روزگار عجب با سلیقه است، رفته سراغ چاردولی. آیت الله چاردولی میچیند گلی را که به دنیا نمونه است. خب اینم عکس برای تنوع و مطلب است. من دیگه با عجله پرز بکنم و دیگه که خداحافظی کنم. این حاج آقا قاسم سلیمانی که دیگه میدونه معرف حضور هست که از بر با دهندگان بیت المال در عرض کنم که سوریه و لبنان و عراق و جاها هست و انواع اقسام ارقاب عجیب غریب براش درست کردن. فرمانده سایه، جنرال بین المللی، شبه فرمانده یا شبه فرمانده، شبه فرمانده، فرمانده مرموز، کابوس دشمن، مالک اشتر زمان، جنرال حاج قاسم، شهید زنده. اینو مقام معظم رهبری بشتده، قهرمان ملی و چندین لقب دیگری که مخالفان و هوادارانش به او میدهند، همه نشان از شهرت او در داخل و خارج دارند. برادر بی بی سی گزارش کرده. اما آنچه که اینجا ساکت مانده است در واقع پیشه اصلی این بزرگوار است که در این چیزی که من عرض کردم، جنرال بین‌المللی، عرض کردم که این شبه فرمانده، فرمانده مرموز و و و و شغل اصلی روشون ننوشتن که نمیدونم میدونید یا نه، این بزرگوار پیشش بنایی بوده و حالا شده جنرال بین‌المللی.
بروی اگر این در واقع با فدایی گفته است که اوز قاسم که ایهامی هم به شغل اصلی قاسم سلیمانی که همان و بنایی است دارد از همه بهتر است. بنابراین توصیه کرده است که این القابی رو که ردیف فرمودن اوز قاسم هم که ایهامی دارد به بنایی پیشه اصلیشون هست اضافه بفرمایند. خب عرضه بدارم، من میخواستم که از اون ستون معروف پای در دل مردم دار و خرافه هم خدمت شما یه چیزی رو عرض بکنم، یه نمونه هایی رو عرض بکنم، بیشتر از یک دونه رو به نظر این اصف که نمیرسیم که عرض بکنم. بله کوتاه رو بله. در پای در دل مردم دار و خرافه این گونه است که در رسانه های شریفه دار و خرافه مؤمنین یا شهروندان اینجا منعکس میکنن عریضه هاشون رو، و چون برادران سرشون شدیدن به حسد بازی گرمه این است که فدایی فی سبیل الله این عریضه ها رو رستگی میکند و پاسخ میدهد که روی زمین نماند. بنابراین پس 50% قضیه کاملا واقعی و از که از جریده شرفه جرایید شریفه دار و خرافه نقل می شود و پاسخ البته از فدایی است و چارج البته در کار نیست. خب می گوید که مؤمنی فرموده است که مردم مشکل اقتصادی دارند، آقای رئیس جمهور وزیر ارشاد و ورزش را عوض می کند. با وجود مشکل درمان باید منتظر ماند که وزیر کشاورزی تغییر پیدا کند. بزرگوار عرض کنم که به قول عوام سنس آف هیومر هم دارد، یعنی بازوغ است. بله متوجه شدید که ایشون مشکل چی میگه؟ که مردم مشکل اقتصادی دارن، آقای رئیس جمهور وزیر ارشاد و ورزش را عوض میکنه. با وجود مشکل درمان باید منتظر ماند که وزیر کشاورزی تغییر پیدا کند. فدوی پرستی کرده گفته است که مراتب در مجالی به استحضار کلید الاسلام و المسلمین برادر حسن روحانی ریاست محترم آب در خانه بیت رسید. بعد تحیه و سلام گفتند به نظر می آید با آنکه مؤمنین و مؤمنات کسر الله امثالهم از جنس خودمان هستند، لکن در این حال هیچ جور هم ولکن معامله ما نیستند. فلذا انقریب است که اون موضع شریف از بیخ کنده شده و روی دستشان بماند. در باب عریضه شما نیز فرمودند ایشان بنا داشتند که وزیر اقتصاد را عوض کنند، لکن نامورده مع الاسف جاخالی داد و خورد به وزیر ارشاد. بنابراین ایشون بی تاثیر بوده. بله عرض کنم که این رو هم خدمت شما عرض بکنم که دو تا عریضه رو یک جا فدوی رسیدگی کرده پاسخ داده. دو تا از مؤمنین به نام نیکنام و عربی عریضه‌شون چنین است که چگونه است که آقای رئیس جمهور در قضیه کشته شدن تعدادی از شهروندان فرانسوی در یک اقدام تروریستی در یک مکان عیاشی، یعنی مردم بازن بچه‌ش رو میشنن غذا میکنن اون عیاشی، فورا واکنششان میدهد، ولی در مورد کشته و زخمی شدن 100 نفر از عزاداران حسینی نه در ایران ها در کشور نیجریه سکوت اختیار کرده و صدای از ایشان بلند نمیشود. این یکی از مؤمنین و مؤمن دوم نوشته است که سخنگوی دولت شجاعت به خرج داده و به شهادت رساندن 100 نفر از عزاداران حسینی در نیجریه را توسط دولت این کشور اقدام غیر قابل پذیرش دانسته است. بنویسید اقدام غیر قابل پذیرش دیگر چه صیغه ای است که دولت ما یاد گرفته؟ چرا این عمل ددمنشانه را محکوم نمی کند؟ اینم مؤمن دوم فدوی پاسخ داده است. گفته است که به علت تشابه موضوع و ضیق وقت هر دو عریضه را یک جا برمی‌رسد. مراتب در مجالی و با قید 72 فوریت که ایهامی داره به اون 72 تا معروف به استحضار کلید الاسلام و المسلمین برادر حسن روحانی ریاست محترم آب در خانه بیت رسید. بعد طیب و سلام و دود کردن چند صد صلوات بر محمد و آل محمد از این تا عج گفتن والا برادر فدوی به قول سید قاسم که اون مشقاسم سابقه دروغ چرا تا اعدام لکن بین خودمان باشد چون زنده انقلاب خواب است. عرض می کنم که اولا سال معلصف بیشتر از 12 ماه ندارد که آن نیز در تیول عزاداری های اهل بیت از عین تا عج
توابع و امامزادگان گرامی است و لذا دیگر جایی برای مؤمنین نیجریه و غیره باقی نمیماند. و در پایان نیز افزودند که میکوشند که با حول و قوه الهی لایحه دائر بر افزایش ماهی سال از 12 به 18 ماه تهیه و پس از توشیح مروفانه به مجلس به تقدیم کنند. ثانیاً حالا گیرم که مرده باشم، منظورشون اون 100 نفره، حالا گیرم که مرده باشم، تازه به آقا ابا عبدالله پیوستن که جای تبریک داره، غیر از این هست سالسن به موجب شعارهای خودمان شهیدان زنده اند، الله اکبر، فرضا برای آدم زنده که عزاداری نمی کنند. اینم پاسخ فدایی بود به این ارز کنیم که دو عریضه. و برای اینکه خدمت شما عرض بکنیم که ما هالووین فقط در انحصار خواهش پرستان نیست، عرض میگیم که هالووین اسلامی هم ما داریم و الان فرصت نیست، فقط از شما سیزن ملاحظه بفرمایید که این هالووین اسلامی ما هست در جامعه شکومند، از شما 13 به ملاحظه بفرمایید و که بدانید که ما هم هالووین داریم و این بزرگوار از برم که گریم فرمودن دوستان این هزینه های هنگفتی که برای ارز کنم بازسازی زندگی قهرمانان غیر ایرانی هزینه میکنم برادران، این یکی از اون کسانی است که گریم فرمودن و ارز کنم در نقش ابن ملجم آقای امیر جعفری، گریم ترسناک امیر جعفری در نقش ابن ملجم موازم کنم. پس ما هم هالووین اسلامی داریم. سعید میگه آقا اراده میگه که من نمیدونم، سعید میگه که میگه آقا این ابن ملجم راست میگه دیگه، ببین ظریف نگاه کرد، منظور محمد جواد نیست البته، ببین ایرادیشون آقای بیگانی میگن که ابن ملجم این کسی است که با شمشیر به فرق حضرت کوبید البته، و حضرت عجیبی که جاخالی نداده، خیلی شگفت انگیز. به هر روی حالا سعید داره میگه که این شمشیر تو کله حضرت زده است، پس چرا سر خودش اینجوری شده؟ اینو باید ما باید از علمای از بنم که از مرجع تقلیدمون بپرسیم. این است که یادداشت میکنه فدایی، من به فدایی میدم، فدایی یه مرجع تقلید داره البته که بده ببینیم که داستان چیست. ایراد سعید وارده برای اینکه قرار است که سر اون حضرت اینجوری باشه، نه سر این بزرگوار. و نقطه محمود به پایان آمدیم، جوهر مطالب همچنان باقی. و ایسی فهمید که با اون دو بیتی که به سفارش اون دوست گرامی از ما خواستن که ما این دعا رو که از آثار منظوم فدوی است، این دو بیتی است تا زمانی که اجابت بشود در پایین هر برنامه بخوانیم. و گفته است که خطاب به عملی بیت البته، گفته است که دعا کردم ز آرامش بیفتی، به عجز و لابه و خواهش بیفتی، به جرم وضعیت مردم الهی به دست دولت داعش بیفتی. سپاسگزارم از آقای بهبهانی گرامی که با شکیبایی مختصر را به سمت و سوی شما روانه فرمود، از دوستانی که با ما بودن سپاسگزارم و برایشون آرزوی بهروزی و پیروزی دارم، پشتیبانی از تلویزیون میهن و برنامه های گوناگون اون و از اون جمله طعم تلخ طنز رو اصلا فراموش نفرمایید، و اگر زحمت و هزینه ندارد برای شما لایک هم بفرمایید در یوتیوب، اگر هم که هزینه داشت خب دیگه نکنید. این هم از این از که برای همگان در هر کجا که هستن آرزوی بهروزی و پیروزی دارم. تا درودی دیگر، بدرود.